تو هم دلت میخواد موتورت منفجر بشه، این سه تا کار اشتباهی که میگم رو انجام بده. این موتور شما ببین، اون سه تا کاری که ما گفتیم انجام داده، ترکیده داغون، این هم شده نتیجهش. Kızım öl demeler yaptın instadan bana göndermeler bıraktığında bana dön demeler dön demeler bana dön demeler. سلام و عرض ادب به تک تک عشقای تو دلیم، به کانال خودتون اکرم یدکی، داداشیای عشق تو دلیم، خیلی خیلی خوش اومدی. آقا این ویدیو میشه پارت دوم ویدیوی چند وقت پیش که منتشر کردیم، بزرگترین اشتباهات موتور سوارا. اگه ندیدی تو دیسکریپشن میذاریم، حتما برو پارت اولو ببین. آقا این موردایی که میخوایم بهتون بگیم سه مورده، مهمترینش هم گذاشتیم آخر ویدیو. این موردا رو نرفتیم تو گوگل بگردیم ببینیم کی چی گفته، برداریم بیاریم اینجا ویدیوش بکنیم، نه آقا، این موردا همشون تجربه‌ایه که خودمون تو این سالا به دست آوردیم. پس اگه میخوای یه ویدیوی درجه یک و یه محتوای جدید ببینی، حتما این ویدیو رو با ما همراه باش. بزرگترین اشتباه موتور سوارا، یک، اشتباه هندل زدن. بعضی از داداشی ها فکر میکنن هندل یه چیز پیش پا افتاده است، اصلا اصول و قواعدی نداره، میرن رو سر موتور یه دونه میزنن موتور روشن میشه، در صورتی که اگه شما اشتباه هندل بزنی هم سلامت خودت به خطر میفته، هم سلامت موتوری که داری سوار میشی. اگه شما موتور 200 داری، اصلا قید هندل زدن رو بزن، چون اگه روزی دو سه بار بخوای هندل بزنی به سر سال نکشیده، فنر درونی هندلت میشکنه، چون 200 ها حجمشون یکم مقدار بیشتره، کمپرسی هم که تولید میکنن بیشتره، زورشون بیشتره. باید بیای از این فنر بیرونی ها بذاری اینجا، که وقتی میشکنه هندل اونجوری شلپ میفته پایین، نمیاد بالا دیگه. بعد موقعی که میخوای موتور رو بفروشی، یارو میگه این که فنر بیرونی روشه، باید موتورت باز بشه. آره بابا، موتورت به درد نمیخوره، هزار تا ایب و ایراد میذارن. حالا شمایی که موتور 125 و 150 بدون استار داری سوار میشی، داشت من بیا جلوی دسته. آقا هندل رو میبینی؟ هندل دقیقا باید جوری بسته شده باشه که مماسه با گیج روغنت باشه، نه جلوتر نه عقبتر. بعضی ها رو من میبینم هندل اینجاست یا هندل اینجاست، آقا این اشتباهه. نگاه کن، وقتی که هندل جلوتر باشه اینجوری باید هندل بزنی. خب حالا موتورایی که انژکتورن، اصلا نیازی نیست شما گاز بدی. من بعضیا رو میبینم گاز میدن هندل میزنن، خب این گاز زیاد باعث میشه که اون هندل پس بیاد تو پات، بخوره تو گوزک پات یا بخوره تو زانوت، بری فیزیوتراپی و هزار تا مشکل. ولی موتورایی که کاربراتوری هستن، آقا شما قبل از این که هندل بزنی اصلا لازم نیست گاز بدی. نگاه کن، پاتو میذاری رو هندل، خب پاتو میذاری هندل، جایی که داره چی میشه؟ خلاصه، جایی که خلاصه. وقتی که زیر پات پر شد، به جایی که بیای 5 تا هندل شل بزنی، یه دونه با قدرت میزنی، دستتو میذاری رو گاز، هماهنگ با هندلی که میزنی یک مقدار گاز رو نگه میداری. قبلش گاز نمیدی یا قبلش گاز بدی فایده نداره، یک مقدار هماهنگ با این موتورم. نگاه، سرده سرده. موتور راحت روشن میشه. دو، روشن و خاموش کردن غلط سیستم روشنایی موتورسیکلت. چند ساعت از موتور استفاده کردی، کارت با موتور تموم شده، موتور رو میخوای ببری بذاری تو پارکینگ منزلتون، خونتون، چراغا هم روشن، همه سیستم برق موتور روشن، یهو سویشو میبندی، از موتور پیاده میشی میری منزل کارتو انجام میدی، فرداش میخوای بیای موتور رو روشن بکنی، نگاه کن سویشو دوباره باز میکنی، همه چراغا روشن، بعد شروع میکنی هندل زدن. فکر میکنی چه اتفاقی برای سیستم موتورت پیش میاد؟ اگه موتورت کاربرات باشه که دهن باتریت سرویسه، اگه موتورت انژکتور باشه که پدر پمپ انژکتور و پمپ بنزین در میاد. میدونی چرا؟ شما فکرشو بکن، سویچه که باز میکنی، خب تمام سیستم برق میاد، یه برق زیادی داره از باتری کشیده میشه واسه روشن کردن این سیستم روشنایی. از این برم شما میای اگه موتورت استارتی باشه، استارت میزنی، یه حجم زیادی از برق رو
میگیری از باتری میبری برای استارت. اگه موتورت باز اگه انژکتور باشه باز پمپ انژکتور برق میخواد، پمپ بنزینت برق میخواد، اینا همه برق میخواد. این چجوری بهت بگم، افت جریانه جریان زیادی از باتریت میکشه، هر قطعه برقی داره از باتری جریانی میکشه و میبینی که اون برقی که باید به پمپ انژکتورت برسه، اون برقی که باید به پمپ بنزینت برسه نمیرسه و باتریت بعد دو سه ماه خلاص میشه. به خاطر اینه آقا قبل از این که بخوای موتورتو کامل خاموش بکنی، تمام چراغاتو خاموش بکن، راهنما، چراغ جلو، خطر، همه رو خاموش بکن، بعد سویچ موتورتو ببند که فردا روزی که میای سویچو باز میکنی این چراغا همه روشن نشه، پدر باتری و سیستم انژکتور و سیستم برق کشی موتور در بیاد. سه، استفاده از کمک های بزرگ و ضخیم و غیر استاندارد. آقا بلند میشی میری لوازم یدکی، برات کمک میذاره بزرگ، بزرگتر، بزرگترین. نرو دست بذار اون بزرگترین، کمک عقب مثل لباس انسان میمونه. نباید زیاد گشاد باشه نه زیاد تنگ، چون اگه گشاد و تنگ باشه به دردت نمیخوره که، باید سایزت باشه. آقا داشت آمد بیا، من میخوام به چش به شما نشون بدم. آقا اینا رو ببین، اینجا رو نگاه کن، دیدی؟ یه لحظه بلند شو. آقا این موتور رو پیش هر کسی برده بودن، یکی دو شاخش رو عوض کرده بود، یکی توپیش رو عوض کرده بود، یکی چرخ کامل عوض کرده بود، نتونسته بودن ایرادش رو پیدا کنن که چرا این موتور یه سرعتی که میگیره چرخ عقب کلن عقب شروع میکنه به بازی بازی کردن. آقا وقتی که اوورد پیش ما داشت محمد کمک رو دید، گفت آقا این کمک ضخیمه، مناسبه این موتور نیست. اومد دو شاخ مشاخ باز کرد، این قسمت رو نگاه کن، این ترک خورده بود، اومد باز کرد کلن شکست. آقا این دو شاخ نیستا، این برای دو شاخ نیستا، این جزوی از شاسی موتورته، جزوی از چجوری بهت بگم، اینجوری نیستش که بری عوضش بکنی. وصل رو تنه، وصل رو تنه اصلی موتورت. الان این باید بره تنه جوش بخوره، این تنه که جوش میخوره موقع فروش هزار تا مشکل پیش میاد. به خاطر چیه؟ به خاطر که آقا کمک کلوفت انداخته. داداش من کمک کلوفت به درد پیک میخوره، به درد یه خانواده میخوره که مثلا همیشه سه ترک میزنن، چهار ترک میزنن، نه یه کسی که کلا 50 کیلو نمیشه میشینه روی موتور، بعد یه کمک کلوفتم برمیداره چون خوشگله. داداش خوشگلی رو بذار کنار، یه کمک فابریک بخر، همون استیلا هستن، حلقای نازک داره، اون کار تو را میندازه. چون نگاه کن مثل این کمک، شما وقتی کمک کلوفت میبری میندازی، این کمک کلوفته، این کمک های هوندا 125 همچین تکنولوژی پیشرفته‌ای نداره که شما وزنو بتونی روش تشخیص بدی، این انقدر پیشرفته باشه که وزنو تشخیص بده به اینکه آقا الان مثلا 50 کیلوه رو موتور، من بیام کمکو نرمش کنم، الان مثلا 200 کیلو رو موتور نشستن، من بیام کمکو سفتش بکنم. نه، شما وقتی کمک کلوفت می‌خری، این کمکه مثلا ظرفیتش 250 تا 300 کیلوه، این همیشه رو 300 کیلو تنظیمه، شما همیشه باید با این موتور مثلا 250 تا 300 کیلو بار بزنی، شما نمیتونی که. پس برو همون چیزای فابریکی که رو موتورت هست و بنداز، نمیخواد بری لوازم یدکی این همه پول کمک بدی. داداش گلم، اگه از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری بدونی که چه اشتباهاتی رو نباید رو موتورت بکنی که خرجای عجیب و غریبی رو دستت بیفته، اینجا داره یه ویدیو شما نمایش داده میشه، توش در مورد اشتباهات موتور سوارا بیشتر توضیح دادیم. حال داشتی برو اونم ببین. دمتون گرم که ویدیو اکرم یدکی رو مثل همیشه تا آخر نگاه میکنی.